سلام، نوید حمیدی هستم، نویسنده. امروز میخوام یکی از داستانامو براتون بخونم به اسم در شهر. این داستان در تاریخ چهارشنبه 25 فروردین 1400 در صفحه آخر روزنامه همدلی به چاپ رسیده. زوم بکنیم بهتر ببینیم. اعداد و ارقام در زندگی هم نقش پررنگی دارن. ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه، همه چیز را دقیق می چینم و نمی توانم بی نظمی، بدقلی و تأخیر را قبول کنم، حتی اگر همسرم باشد. این وضعیت کلافه‌ام می کند، اما از بیرون به چشم اطرافیانم همیشه الگوی خوبی هستم. و در دور همی های خانوادگی سمبل نظم قلمداد می شوم و اگرچه ته دلم از این تعریف و تمجیدها لذت می برم، اما گاهی دوست دارم از قانون بیرون بزنم و آزادی را تجربه کنم. اتفاقی که از دوران کودکی برایم رخ نداده و به نوعی حسرتش را می کشم و وقتی دوستانم در دوران مدرسه از شیطنت و درس نخواندن میگفتند، من از خودم با تعجب میپرسیدم که آیا این جنبه از زندگی نیز وجود دارد؟ معمولا وقتی در ترافیک کلافه کننده گیر کنم، ترجیح میدم در خیابانهای آن اطراف پارک کنم و ادامه مسیر تا خانه را پیاده بروم، که این اتفاق معمولا از 6 روز کاری هفته دست کم 2، 3 و شاید 4 روز می افتد و دیر به خانه می رسه. اما این بار آنقدر خستم که فکر پیاده رفتن تا خانه از این مسیر برایم عذاب آور است. مسیر بغلم را از آینه نگاه می کنم که چند خودرو پشت هم راه افتادن. دنبالش می روم، اما ناگهان محکم پا روی ترمز می گذارم. تمام تنم از استرس خیس عرق شده. صدای نفس‌های عمیقم را می‌شنوم. هیاهو و شلوغی اطرافم برای لحظاتی ساکت می‌شود و احساس خلسه پیدا می‌کنم. روبرویم خیابانی ورود ممنوع است که خودروها برای فرار از ترافیک این خیابان را انتخاب کردند. نور بالای خودروهای پشت سرم و از طرفی بند آوردن راه خودروهای روبرو شرایط را بدجور سخت کرده. نه راه دنده عقب گرفتن دارم، نه جرأت داخل ورود ممنوع شدن. زندگی قانونمندم در کسی از ثانیه جلوی چشمانم رژه می رود و تلاش می کنم تا یک مورد بیقانونی در گذشتم پیدا کنم تا بهانه خوبی بشود و بتوانم این رفتار زشت را انجام بدهم. اما هرچه گذشتم را ورق می زنم، حتی یک مورد هم پیدا نمی کنم. در حد تقلب امتحان مدرسه حتی. متوجه می شوم چه شرایطی را به وجود آوردم. وقتی عابران پیاده هم مجبور می شوند با نگاه های عجیبشان رفتارم را نظاره کنند. خود را در دنده می گذارم و می خواهم جلو بروم که خاموش می کنم. 2-3 بار این رفتار ادامه دارد و تا دو سه بار این رفتار ادامه دارد تا اینکه چشمانم را می‌بندم و در مقابل صدای بوق و فحش‌هایی که سمتم روانه می‌شود، پا روی گاز می‌گذارم. استرسم بالا می‌رود. چشم باز می‌کنم و می‌بینم اطرافم تاریک است و خبری از نورهای خودروهای روبرو نیست. حتی در پیاده‌رو نیز کسی نمی‌بینم. با رد شدن خودروی از بغلم و فریاد راننده متوجه می‌شوم که به وسط کوچه رسیدم و جلوتر آمدم. حالا احساس آرامش دارم. استرسم کمتر شده و حس خوبی در وجودم پخش شده. آنقدر این حس خوب است که می‌خوام از فردا باز هم ورود ممنوع بیایم و از ترس و باورهایی که از کودکی در ذهنم ساختم جدا بشوم و کارهای بزرگ انجام بده. حس اعتماد به نفس عجیبی دارد. منتظرم تا زودتر به خانه برسم و این تجربه را برای همسرم تعریف کنم. پایان.